حالی که خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سال جدید را سال کاهش تورم نامیده بود، در نخستین روزهای کاری در سال جدید تورم به اوج خود بازگشت. قیمت فروش دلار در معاملات صبح چهارشنبه در بازار آزاد تهران با عبور از مرز 53,000 تومان به بالاترین سطح از روز کاری 13 اسفند گذشته رسید و عملاً همه که خوشبینی‌ها نقش بر آب شد. فرزین رئیس بانک مرکزی مدعی شد که میتواند تورم را به 20% برساند، امری که همه اقتصاددانان امکان ناپذیر دانستند. در این میان انور حبیب‌زاده بوکانی نماینده بوکان در مجلس شورای اسلامی گفت که دولت ناکارآمد ابراهیم رئیسی سرگرم قتل عام اقتصادی مردم است و به جای قطار پیشرفت سرعت قطار تورم و بیکاری در حال افزایش است. او دولت رئیسی را مسبب بالاترین نرخ تورم در ایران بعد از جنگ جهانی دوم معرفی کرد. در اظهاراتی جداگانه جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی گفت که وضعیت اقتصادی کشور چنان به هم ریخته که راهی جز کشاندن رئیس جمهوری به مجلس و به کارگیری اهرم‌های نظارتی برای پاسخگو کردن وی باقی نمانده است. به هر حال رئیس جمهوری رئیس اجرایی کشور است و باید جوابگوی شرایط فعلی مملکت باشد. رمضان علی سنگدوینی نماینده گرگان در مجلس شورای اسلامی نیز گفت که دولت رئیسی قادر به اداره مشکلات ارز، تورم و گرانی نیست و معلوم نیست که چرا ما ارز داریم و هیچ جنگی هم نیست، کشور باید اینگونه اداره شود. برخی کشورهای همسایه درگیر جنگ هستند ولی اقتصادشان بهتر از ایران است و اوضاع اقتصادی و کنترل بازارشان را راحت‌تر از ما انجام می‌دهند. در این میان عبدالناصر همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی نیز گفت آقای رئیسی از تیم اقتصادی خواستند که برنامه خود را برای مهار تورم ارائه کنند. بعد از گذشت 1.5 سال از عمر دولت قدری دیر نشده است؟ شما که قبل از شروع دولت گفتید تورم را نصف و سپس تک رقمی میکنید، مگر برنامه نداشتید؟ حتما باید رهبری تاکید میکردن تا دنبال برنامه مهار تورم باشید. بسیاری از تحلیلگران آینده اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نگران کننده ای را در سال آینده برای جمهوری اسلامی پیش بینی میکنند و تاکید دارند که نابسامانی های اقتصادی و فشارهای اجتماعی و بحران روابط بین المللی در سال جاری اعتراضات گسترده ای را برای ایران به دنبال خواهد داشت. حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران که به روسیه سفر کرده، در بدو ورود به مسکو در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر این که آیا برجام در دستور کار گفتگوهای وزیران خارجه ایران و همتای روس او خواهد بود گفت دریچه مذاکرات در مورد برجام همچنان باز است و یکی از موارد گفتگوها با آقای لاوروف برجام و بازگشت طرفها به تعهداتشان خواهد بود. به افزود در دور جدید گفتگوهای ایران و 4+1 که در وین ماها به طول انجامید، روسیه نقش مهمی ایفا کرد. همکاران ما در روسیه همچنان به تلاش خود برای بازگشت همه طرفها به گفتگوها ادامه می‌دهند و طبعاً یکی از موضوعات مورد گفتگو برجام خواهد بود. وزیر خارجه ایران در واکنش به ابراز نگرانی ایالات متحده از همکاری دفاعی روسیه و ایران با استناد به ادعای نشریه آمریکایی وال استریت جورنال مبنی بر دریافت تجهیزات نظارتی و سایبری از روسیه در ازای ارسال پهپاد به این کشور نیز گفت طبعا همکاری های دفاعی یکی از موضوعات در دستور کار مشترک تهران و مسکو است و همکاری های ما علیه هیچ طرفی نخواهد بود. وزیر خارجه در ارزیابی از روابط ایران و روسیه و اینکه چه موضوعاتی در دیدار با همتای روسیه‌اش باید مورد گفتگو قرار گیرد گفت ارزیابی مناسبات تهران و مسکو به ویژه در 1.5 سال گذشته ارزیابی مثبتی است. حجم تبادل تجاری ما در 1.5 سال گذشته به بیش از 3.5 برابر افزایش پیدا کرده است. وی افزود در خصوص مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی هم گفتگو خواهیم کرد. از جمله موضوعات مطروحه‌ای که می‌تواند در دستور کار مشترک ما قرار گیرد می‌تواند تمرکز بر بحران‌های موجود در منطقه باشد. ادعاهای وزیر خارجه ایران در مورد نقش روسیه درباره احیای برجام در حالی است که این کشور مهمترین نقش را در تخریب مذاکرات سال گذشته و احیای برجام داشت و مانع از توافق ایران و غرب شد و عملاً ایران را به عنوان کشور اقماری خود تبدیل کرد. اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات روز گذشته امکان احیای برجام را کاملاً از دست رفته دانست.
رئیسی در سخنانی مدعی شد نقد و نقدپذیری از ویژگی‌های دولت است و نقد حتماً به اصلاح امور کمک می‌کند. او افزود نقد منصفانه و مصلحانه حتماً به دستگاه‌ها کمک می‌کند و گوش دولت و دولتی‌ها باید نسبت به نقدها کاملاً شنوا باشد. وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان این موضوع که باید تلاش کرد که دولت کم هزینه باشد گفت دولت اگر پرخرج باشد موجب تورم می شود. وی گفت از مجلس خواسته تا تلاش کنند هزینه ای بر دولت بار نکنند و بگذارند دولت کم هزینه اداره شود. وی افزود اگر دولت پرخرج و پرهزینه باشد حتما موجب ایجاد تورم خواهد شد. خود مقامات جمهوری اسلامی همواره تاکید دارند که اقدامات خود و خدمات خود را تنها برای رضایت خدا انجام می دهند. اما واقعیت این است که بسیاری از اقدامات و آنچه که مسئولین جمهوری اسلامی آن را خدمات خود می نامند نه تنها برای رضای خدا نیست، بلکه حتی وجه دلسوزانه خدمت را هم که رئیسی آن را ناکافی می داند تامین نمی کند. در این حال رئیسی در حالی از تورم شاکی است که به گفته بسیاری از تحلیلگران این خود دولت است که با تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی از یک سو و برنامه‌ریزی آمدانه به منظور کاهش کسری بودجه خود از سوی دیگر اقدام به خلق پول و ایجاد تورم می‌کند که شرایط فعلی را برای کشور رقم زده است. برخی ناظران معتقدند که تنها با محدودیت‌هایی که دولت رئیسی در زمینه اینترنت پیش از حتی ابلاغ مصوبه مجلس و اجرای غیرقانونی آن اعمال کرده بیش از 10 میلیون شغل در کشور از بین رفته است. به عبارت دیگر در طول 1.5 سال گذشته دولت رئیسی به جای اینکه 1.5 میلیون شغل ایجاد کند 8.5 میلیون شغل را از بین برده است که نشان دهنده ناکارآمدی دولت رئیسی و عقبگرد کامل حکومت در خدمت به مردم است. در حالی که نگرانی ها درباره وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی در سال آینده بسیار محسوس است و شدت یافته، احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس در مجلس ضمن اشاره به دلایل عدم موفقیت دولت در حل مشکلات اقتصادی جامعه، دلیل اصلی این عدم موفقیت را ناتوانی مدیران دستگاه‌های اجرایی و بعضی از وزرا خصوصا کابینه اقتصادی دولت دانست. وی در این حال تاکید کرد برای حل مسئله اقتصادی و برای موفقیت دولت در بحث اقتصادی باید نگاه خود را نسبت به دنیا تغییر داد. وی تصریح کرد کشور باید بتواند با حفظ استقلال و مواضع خود با دنیا ارتباط برقرار کند و به دنیا اطمینان دهد که به دنبال این است که امنیت، صلح و صمیمیت بین همه برقرار شود. وی همچنین با اشاره به دوران سخت اقتصادی و همچنین با اشاره به نقاط قوت و ضعف دولت 13 گفت کشور در شرایط بد اقتصادی قرار دارد و مردم چند مطالبه از حکومت و دولت دارند. مرادی یکی از مطالبات مردم را بحث اشتغال و معیشت دانست و گفت شعارهای رئیسی هم وقتی بر سر کار آمد این بود که بتواند دغدغه‌های مردم را برطرف کند. وی تصریح کرد رئیسی برای انجام و موفقیت این شعار به تیم کارشناسی زبده با استفاده از مدیران برجسته، توانمند و جهادی نیاز داشت. مرادی افزود هدف آقای رئیسی هم همین بود که بتواند از این ظرفیت‌ها استفاده کند. وی رئیسی را در بحث مبارزه با فساد و رفع موانع و مشکلاتی که در حوزه اشتغال وجود داشت، موفق دانست و اظهار داشت رئیسی خصوصاً درباره کارخانه‌هایی که تعطیل شده بودند اقدامات خوبی انجام داد. وی گفت باید دید با وجود انجام شدن این اقدامات چرا گره‌های اقتصادی جامعه هنوز باز نشده است. مرادی دلیل اصلی این شرایط را ناتوانی مدیران دستگاه‌های اجرایی و بعضی از وزرا خصوصا کابینه اقتصادی دولت دانست و در این حال تاکید کرد باید نگاه حاکمیت به دنیا تغییر کند و با دنیا رابطه برقرار کند. وی در این حال گفت حاکمیت باید تلاش کند تا از هر حرف و اقدام نابجایی که روابط را دچار خدشه می کند پرهیز کند. مرادی افزود باید ایران را با چین قیاس کرد که 1.4 میلیارد نفر جمعیت دارد و پیرو اسلام نیستند و خدا را قبول ندارند، اما در ارائه خدمات عمومی به مردم موفق بودند. وی وظیفه دولت و حاکمیت در کل دنیا را یکی ایجاد نظم و امنیت در جامعه و دیگری ارائه خدمات عمومی به عامه مردم دانست و گفت این دو در هر حکومت دولتی اگر مورد بی‌توجهی قرار گیرد باعث عدم موفقیت دولت خواهد شد.
این نماینده مجلس تصریح کرد باید بتوان از تجربیات کشورهای دنیا در حوزه‌های مختلف استفاده کرد. به خودروسازی را یکی از این موارد دانست که باید از تجارب جهانی در این خصوص استفاده شود. مرادی در ادامه با انتقاد از وضعیت زیرساخت‌های نفت و گاز در کشور و عدم اقدام برای توسعه پالایشگاه‌ها گفت اگر مشکلات در زیرساخت‌های صادرات نفت و گاز وجود نداشت و اگر زیرساخت‌ها آماده بود و پالایشگاه‌ها توسعه پیدا می‌کرد، کشور می‌توانست ظرفیت تولید را تا 5 الی 6 میلیون بشکه افزایش دهد. به افزود اما ایران در بهترین حالت میتواند تا 2.5 میلیون بشکه صادرات داشته باشد. به افزود این در حالی است که عراق بالای 6 میلیون بشکه تولید و صادرات دارد. این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنانش با بیان این موضوع که دولت روحانی قیمت حامل‌های انرژی را بدون هماهنگی قبلی افزایش داده گفت به رئیسی تاکید شده که جامعه تحمل افزایش قیمت حامل‌های انرژی را ندارد و باید در این زمینه فرهنگ سازی کرد تا میزان مصرف مدیریت شود. وی افزود اگر هم قرار است درصدی افزایش قیمت صورت پذیرد باید مردم توانمند شوند تا بتوانند زندگی خود را مدیریت کنند. با وجود تاکید فراوانی که بر ضرورت عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی انجام می‌شود، اما دولت همچنان بر افزایش آن تاکید دارد. ضمن اینکه قیمت گاز و برق پیش از این هم به شدت افزایش یافته و با وجود اظهارات در خصوص عدم افزایش قیمت بنزین، به نظر می‌رسد که علی‌رغم هشدارها دولت افزایش قیمت بنزین را هم در دستور کار قرار داده است. بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران افزایش قیمت بنزین را مترادف با به آتش کشیده شدن اعتراضات می‌دانند و تاکید دارند که دولت به جای افزایش مداوم قیمت‌ها که به یک چرخه باطل در کشور تبدیل شده است، باید تلاش خود را معطوف کنترل قیمت‌ها و کاهش تورم سازد. اما دولت و حاکمیت جمهوری اسلامی عادت کرده که کاستی‌های بودجه‌ای خود را از طریق تورم جبران کند و بی آنکه دغدغه کاهش ارزش پول ملی را داشته باشد، با افزایش قیمت‌ها کسری بودجه را جبران کند. در ادامه چالش‌ها در خصوص تضعیف نقش وزارت امور خارجه در مراودات بین المللی، کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی با اشاره به اینکه در پیشبرد روابط خارجی کشور در حوزه‌های امنیتی، راهبردی و اجرایی در داخل کشور هماهنگی کامل وجود دارد، شرایط حاکم بر منطقه را نشان دهنده موقعیت سیاست خارجی ایران دانست. وی در هفته‌های اخیر به همراه عراقچی و شمخانی در بسیاری از جلسات و نشست‌های برون‌مرزی حضور داشته و نشست‌ها و مذاکرات هفته‌های اخیر حوزه سیاست خارجی توسط وی و شمخانی و عراقچی صورت گرفته است. پس از بازگشت از سفر به دمشق و لبنان، وی در گفتگوی تصریح کرد که این سفر با هماهنگی وزارت امور خارجه به منظور برداشت‌های راهبردی از وضعیت این دو کشور انجام گرفته است. وی افزود این سفر میزان تاثیرگذاری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را بر منطقه نشان می‌دهد. خرازی همچنین حضور مجدد سفرای کشورهای عربی در دمشق را نشان دهنده بازگشت ثبات به سوریه پس از جنگ ویرانگر دانست. خرازی با انتقاد از کسانی که این سفرها را نشان دهنده انشقاق در داخل وزارت خارجه می‌دانند گفت برخی افراد از اخبار این سفر سوء استفاده کردند و این سفر و سفرهای شمخانی دبیر شورای امنیت ملی را ناهماهنگ با وزارت خارجه تلقی کردند. به افزود این اظهارات نشان می‌دهد این افراد از برنامه‌های هماهنگ کشور در زمینه روابط خارجی ناآگاه هستند. رئیس شورای راهبردی روابط خارجی تاکید کرد طبیعی است که حل مسائل عالی امنیتی با شورای عالی امنیت ملی و پیشنهاد راهبرد با شورای راهبردی و اجرای سیاست خارجی با وزارت خارجه است. وی تصریح کرد تمامی این اقدامات در هماهنگی کامل انجام می شود. چندگانه بودن مراجع تصمیم گیری و اجرا در وزارت امور خارجه همواره مورد انتقاد بوده است. پیش از این خامنه ای هم به صراحت گفته بود که تصمیمات در وزارت امور خارجه گرفته نمی شود.
این اولین بار نیست که اقدامات اجرایی و راهبردی در خارج از وزارت امور خارجه انجام می شود. استعفای محمد جواد ظریف در واکنش به دیدار بشار اسد با روحانی و علی خامنه ای بدون حضور وی یکی از واکنش ها به این رویکرد جمهوری اسلامی بود. وی تصریح کرده بود که وقتی وزیر امور خارجه در نشست های راهبردی حضور ندارد، در سطح بین المللی دیگر کسی وزیر امور خارجه این کشور را جدی نمی گیرد. اما در نهایت انتقادات و استعفای ظریف به تغییری در راهبرد علی خامنه ای در سیاست خارجی منجر نشد و تنها سبب شد که وی علنی تر اقدامات موازی در حوزه سیاست خارجی را اجرایی و عملیاتی کند. به گزارش رویترز، نخستین بخش از تانک‌های مدرن بریتانیایی و آلمانی که کیف مدت‌ها منتظر آنها بود، بالاخره به اوکراین تحویل داده شد. تانک‌های نظامی چالنجر و لئوپارد که در ابتدای سال میلادی وعده ارسال آن به کیف داده شده بود، به موقع و برای عملیات بهاری که توسط نیروهای اوکراینی برنامه‌ریزی شده بود، به خاک این کشور می‌رسند. وزیر دفاع اوکراین روز دوشنبه اعلام کرد که تانک‌های چالنجر بریتانیایی، کوگارهای آمریکایی و ماردرهای آلمانی به ارتش اوکراین اضافه شدند. وی اعلام کرد که 18 دستگاه تانک لئوپارد 2A6 و 40 دستگاه خودروی زرهی ماردرز و 2 دستگاه خودروی زرهی برگپانزر به اوکراین تحویل داده شده است و 6 دستگاه تانک لئوپارد 2A6 نیز تا پایان هفته از سوی اسپانیا به این کشور تحویل داده خواهد شد. اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، اعلام کرد که برلین تانک‌های جنگی بسیار مدرن لئوپارد را به کیف تحویل داده است. پس از آن وزارت دفاع آلمان تعداد این تانک‌ها را 18 عدد اعلام کرد. بوریس پیستوریس، وزیر دفاع آلمان، مطمئن است این تانک ها می توانند نقش تعیین کننده‌ای در خط مقدم جنگ داشته باشند. اوکراین چند ماه است که خواستار دریافت تانک ها و سیستم های تسلیحاتی مدرن برای مقابله با روسیه است. بریتانیا نیز که در اوایل فوریه اعلام کرده بود آموزش خلبانان جنگنده اوکراینی را در دستور کار قرار داده، در نهایت راه را برای تامین هواپیما مطابق با استانداردهای ناتو باز کرد. در واکنش به این اقدامات روز گذشته، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، بار دیگر تاکید کرد با وجود انتقادات گسترده کشورهای غربی، روسیه برنامه‌های خود برای استقرار تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی در بلاروس را تغییر نخواهد داد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، اعلام کرده بود که روسیه تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی را در بلاروس مستقر خواهد کرد و 10 هواپیما را برای استفاده از این نوع تسلیحات مجهز کرده است. اتحادیه اروپا هشدار داد در صورتی که بلاروس سلاح‌های هسته‌ای روسیه را در خاک خود مستقر کند، اتحادیه اروپا آماده است تحریم‌های جدیدی را علیه این کشور اعمال کند. به گزارش رویترز، در حالی که رئیس جمهوری سابق تایوان قرار است امروز از چین بازدید کند، چین در واکنش به سفر رئیس جمهوری فعلی تایوان به آمریکا امروز چهارشنبه اعلام کرد که در صورت دیدار تسای اینگون، رئیس جمهوری تایوان، با رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در طول سفر وی به ایالات متحده، دست به اقدام تلافی جویانه خواهد زد. خانم تسای صبح چهارشنبه عازم ایالات متحده شد و از آنجا به گواتمالا می رود تا روابط خود را با متحدان دیپلماتیک تایوان تقویت کند و سپس به کالیفرنیا خواهد رفت، جایی که مطابق برنامه از پیش اعلام شده، کوین مک‌کارتی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، قرار است با او ملاقات کند. چین که همچنان امیدوار است این شبه جزیره دموکراتیک را بار دیگر به بخشی از قلمروش الحاق کند، بر پایه اصل چین واحد، مخالف روابط رسمی دیپلماتیک کشورهای جهان با تایپه است و هر گونه تلاش در این خصوص را تحریک‌آمیز می‌داند.
روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی اشاره می‌کند به افزایش همکاری‌های نظامی میان روسیه و رژیم جمهوری اسلامی، به ویژه در زمینه تجهیزات سایبری. این روزنامه اشاره می‌کند به این موضوع که تهران پس از ارائه پهپاد به روسیه برای شرکت در جنگ اوکراین، اکنون نرم افزارهای نظارتی پیشرفته ای را از روسیه دریافت می کند. محافل نزدیک به وال استریت ژورنال گفتند که روسیه به رژیم جمهوری اسلامی کمک می کند تا قابلیت‌های پیشرفته نظارت دیجیتالی را به دست آورد، زیرا تهران به دنبال همکاری عمیق‌تر در زمینه جنگ سایبری است و بخش دیگری از اتحاد نظامی روبه رشد خود را با روسیه تقویت می کند که ایالات متحده آن را یک تهدید برای خود می بیند. این روزنامه می نویسد پتانسیل همکاری در جنگ سایبری پس از آن به وجود می آید که به گفته مقامات آمریکایی رژیم جمهوری اسلامی پهپاد هایی را به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین فروخته است. همینطور جمهوری اسلامی با ارائه موشک‌های کوتاه برد به مسکو و ارسال گلوله‌های توپخانه‌ای به میدان نبرد موافقت کرده. به گفته وال استریت ژورنال در مقابل، رژیم جمهوری اسلامی به دنبال کمک سایبری و همینطور درخواست 10 هلیکوپتر تهاجمی و جت جنگنده پیشرفته روسی و همینطور برنامه‌های برای کمک به پروژه موشکی دوربرد خود است. این روزنامه می‌نویسد روسیه و ایران هر دو دارای قابلیت‌های سایبری پیچیده‌ای هستند و مدت هاست که با یکدیگر در این زمینه همکاری می‌کنند و حتی 2 پیش توافقنامه همکاری سایبری را با یکدیگر امضا کردند که به گفته تحلیلگران بیشتر بر روی شبکه دفاع سایبری متمرکز بوده. برخی کارشناسان میگویند که مسکو برای مدت‌های طولانی در برابر اشتراک گذاری قابلیت‌های تهاجمی دیجیتال با رژیم جمهوری اسلامی مقاومت می‌کرده، اما پس از جنگ اوکراین به نظر می‌رسد که این وضعیت تغییر کرده، چرا که روسیه از زمان آغاز جنگ در اوکراین قابلیت‌های ارتباطی، تشخیصی و همچنین دستگاه‌های شنود، دستگاه‌های عکاسی پیشرفته و دروغ‌سنج را در اختیار رژیم جمهوری اسلامی قرار داده است. هرچند به گفته این روزنامه به نظر می‌رسد که مسکو احتمالاً قبلاً نرم‌افزارهای پیشرفته‌تری را با رژیم جمهوری اسلامی به اشتراک گذاشته که به آن اجازه می‌دهد تلفن‌ها و سیستم‌های مخالفان را هک کنند. ناظران می‌گویند که مقامات روسیه به این نتیجه رسیدند که مزایای پیشبرد روابط نظامی و توسعه آن با رژیم جمهوری اسلامی بیش از معایب آن خواهد بود. وال استریت ژورنال می نویسد رژیم جمهوری اسلامی از اینترنت برای کم کردن تأثیر یک جنبش اعتراضی سراسری در سال گذشته استفاده کرد و ترافیک وب را در مناطق مختلفی کاهش داد تا از پخش ویدیوها و ارتباطات میان معترضان جلوگیری کند. همچنین از ابزارهای نظارت دیجیتال برای ردیابی و دستگیری معترضان استفاده کرده است.